درود خدمت علاقمندان دوستان ورزش هواداران سود پلاس بسیار خوشحالم که خدمتتون ازم یه روز کاملا فوتبالی بود از هفته پایانی لیگ برتر و که با قهرمانی پرسپولیس تموم شد و در نهایت گل سرسبد مسابقات امسال دنیا بینال چمپیونز لیگ اروپا بین رئال مادرید اسپانیا و بورسیا دورتموند آلمان که در ورزشگاه ویملی برگزار شد ورزشگاهی که مملو از تماشاگران دو تیم بود صحنه بسیار جذاب و دیدنی بود دورتموندی که با ادن ترزیچ تا اینجا اومده بود بالا و بسیار هم خوب کار کرده بود تیم بزرگی رو حذف کرده بود که مثل میلان مثل پاریس سن مثل نیوکسل و تیم های دیگه و در نهایت اومده بود به این مرحله و شایسته اومده بود تو مرحله اما مقابل تیم قرار گرفت به اسم رئال مادری که تا حالا 14 بار عنوان قهرمانی مسابقات کسب کرده بود پر افتخارترین باشگاه دنیا هست از رأس تا پایین ترین سطحش آدمایی دارن توش کار میکنن که همه ای هستن و در رأسشون فلورنتو پر، فلورنتینو پرز که بیشترین افتخار رئال در مدیریت ایشون رخ داده 15 همین قهرمانیش امشب رئال با گل های خدمتون ارز بکنم بازیکنانی که در زمین داشتن کارباخال و وینیسیوس جونیور موفق شدن دو بر شکست بدن یه قانون در فوتبال هست میگن اگه گل نزنی گل میخوری و فوتبال تنبیهت میکنن کریم آدمی و یکی دو تا بازیکن دیگه دورتموند در نیمه اول فرصت های خوبی رو برای گلزنی داشتن یکی دو فرصت بالای 99 درصد همون تو بگه جونیور گل زد همون کریم آدمی نتونست به گل تبدیل بکنه و اگر توی فوتبال گل نزنی اونم مقابل تیم رئال مادرید مطمئنا سخت تنبی میشی و دورتموندی امشب چوب جوانی زیادشون خوردن خیلی هم فرصت داشتن در زمین در نیمه اول که حاکم مطلق مسابقه بودن و یعنی کارواخال هم تو مصاحبه بعد از بازی گفته بود که واقعا تو نیمه اول حقشون هم مساوی نبود اما نیمه دوم که نیمه مربیانه کارل آنجلوتی انان کار در اختیار گرفت و اونجا نشون داد که کد تنکیه کارل توی که امشب با قهرمانی با رئال جاودانه شد پنج قهرمانی در لیگ قهرمانان داره تا قهرمانی با میلان و سه قهرمانی با رئال و نشون میده که کارل آنجلوتی و مربی بزرگ چیکار میتونه بکنه آنجلو یا همون کارلتوی بزرگ فوقلاده کار کرد به خصوص در نیمه دوم تعویض هایی که داشت و کلا روند مسابقه رو عوض کرد شما یه مربی درجه یک در زمین باشی نیمکتت پر بازیکن باشه و مهمتر از اون یه هافک مثل تونی کروس داشته باشی که زمانی که داره پاس میده انگار با خطکش داره این پاسا رو اندازه گیری میکنه حیف که تونی کروس داره میره خب امشب که آخرین بازیش در رده باشگاهی بود و بعد از یورو 2024 هم که با تیم ملی آلمان تموم بشه مسابقاتش بازنشسته میشه یکی از استثناهای دنیای فوتبال بود و به نظر من تا مدت ها مثل این هافک و مثل این پلی میکر نخواهد اومد یه جنتلمن به تمام رو در بیرون زمین فوتبال هم بود و همیشه نشون داده که یه ورزشکار فقط در زمین نمیتونه موفق باشه بیرون از زمین بسیار مهمتر و یکی از مردان نیکو با اخلاق و واقعا درجه یک حیف شد که این بازیکن داره میره و در نهایت رئال مادرید برای 15 همین بار قهرمان چمپینز لیگ شد آقای کارل آنجلوتی امضاش و زیر قهرمانی رئال زد و مربی بزرگ نشون میده که چه کار میتونه بکنه واقعا کارل آنجلوتی تمام سلول های مغزش سرشار از تاکتیک های مختلف فوتبال هر جا رفته دیمار قهرمان کرده و دمشگیم من خودم طرف داده رئال نیستم اما از بزرگی این تیم نمیشه گفت و از بزرگی مربی درجه ای که مثل کارلو آنجلوتی نمیشه صحبت نکرد و واقعا امسال تو چندین مسابقه به خصوص بازی با مونیخ و همین مسابقه اگه و مسابقه با منسیتی اگر کارلو آنجلوتی مربی رئال نبود مطمئنا که به این مرحله نمیرسیدن واقعا دمشکن و نشون داد که مربی بزرگ چه نعمتی برای هر تیم در نهایت رئال قهرمان شد 15 ام قهرمانیش به دست بود تبریک از میکنم به هواداران رئال مادرید اما این شکست هم چیزی از ارزش های دورتموند کم نمیکنه تیم جوون و دونده بود که امشب به نظر من چوب جوونی زیادش خورد اما در زمین فوتبال یه حریف قابل احترام بود شب روزتون خوش